مطمئناً از سال 1947 هنگامی که ظاهراً یک فضاپیمای بیگانه در رازول نیومکزیکو سقوط کرد، همه سال شاهد خبرهایی مبنی بر رویت بشقاب پرنده ها بوده ایم. اما سال 2019 یکی از بزرگترین سالها از نظر رویت بشقاب پرنده ها حداقل در دوران ما بود. آخرین باری که به یاد می آورم بیگانگان در اخبار بسیار زیاد بودند سال 2006 بود، سال بازدید یوفوها در فرودگاه اوهار. این اتفاق در 7 نوامبر 2006 حوالی ساعت 4:15 بعد از ظهر رخ داد و 12 کارمند هواپیمایی یونایتد و تعدادی شاهد داخل و خارج فرودگاه اوهار گزارش دیده شدن این یوفو را دادند. هرچند اداره حمل و نقل هوایی فدرال از تحقیق درباره این حادثه خودداری کرد، اما این عکس ها توسط مردم گرفته و منتشر شد. و البته قبل از آن خبری که زیاد سر و صدا به پا کرده بود مربوط به سال 1997 به نام چراغ‌های ققنوس بود، وقتی که به نظر می‌رسید مثلثی بزرگ در آسمان معلق است. در این ویدیو مروری بر مهمترین رویدادهای بیگانگان فضایی در سال 2019 داریم. در ماه ژانویه اسنادی منتشر شد، یا بهتر بگویم اسنادی از پنتاگون فاش شد که بودجه وزارت دفاع در مورد پروژه‌هایی برای بشقاب پرنده‌ها، کرمچاله‌ها و تعداد دیگری از موضوعات مختلف که مربوط به زندگی فرازمینی بودند را نشان می‌داد. آژانس اطلاعات دفاعی DIA به دنبال درخواست قانون آزادی اطلاعات از سوی استیون افترگود، مدیر پروژه فدراسیون دانشمندان آمریکایی در مورد رازداری دولت، 38 عنوان تحقیق را در 18 ژانویه از AATIP یا برنامه شناسایی تهدید هوافضای پیشرفته منتشر کرد. وجود AATIP در ابتدا توسط نیویورک تایمز و پولیتیکو در سال 2017 اعلام شد. سپس در فاکس نیوز و تعدادی از رسانه‌های خبری دیگر گزارش شد که پنتاگون به درخواست مخترع سابق برنامه مخفیانه ای را برای بررسی یوفوها تنظیم کرده است. هرچند سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که برنامه یوفوها در سال 2012 به پایان رسیده و آن را رد کرد، اما انتشار اسناد در ژانویه 2019 و اتفاقات بعد از آن امریکا را به آن واداشت تا رسماً ارتش فضایی را در دسامبر 2019 احداث یا به عبارتی دیگر اعلام کند. چند ماه بعد نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که در حال تهیه دستورالعمل‌های جدید برای خلبانان و سایر کارمندان برای برخورد احتمالی با اشیای پرنده ناشناس هستند. این نیروی دریایی در بیانیه‌ای در ماه اوریل به پولیتیکو علت این دستورالعمل را وجود گزارش‌های متعددی مبنی بر ورود اشیای پرنده ناشناس در سال‌های اخیر که وارد محدودهای مختلف تحت کنترل نظامی شده‌اند دانسته است. در ادامه آمده است که برای نگرانی در مورد امنیت ملی، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده این گزارش‌ها را بسیار جدی گرفتند. معاون کریستوفر ملون در ماه می این اشیای پرنده را نگرانی‌های غیر قابل توضیح اظهار داشت. او اضافه کرد که ما می‌دانیم که بشقاب پرنده‌ها وجود دارند. این دیگر یک مسئله نیست. او همچنین گفت مسئله این است که چرا آنها اینجا هستند. آنها از کجا می‌آیند و فناوری این دستگاهی که ما مشاهده می‌کنیم چیست؟ اما در سپتامبر 2019 اتفاقی با نام آن بیگانگان را ببینید آغاز شد.
این اتفاق که به طوفان منطقه 51 معروف است، ابتدا در شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک با دعوت به یک رویداد آغاز شد که با شعار آنها نمیتوانند همه ما را متوقف کنند، مردم را در تاریخ 20 سپتامبر برای وارد شدن به منطقه 51 و دیدن فرازمینی‌ها دعوت می‌کرد. در این رویداد بیش از 2 میلیون نفر از سراسر آمریکا اعلام آمادگی کردند. به گفته فاکس نیوز در این رویداد عده‌ای دستگیر و بازداشت شدند، اما سخنان تجمع کنندگان شنیدنی است. ما می‌دانیم که مریخ به زنان احتیاج دارد، بنابراین اگر آنها می‌خواهند ما را پرتاب کنند ما اینجا هستیم. این سخنان زنی به رسانه‌ها است. سخنگوی آکادمی علوم ستارگان TTSA که توسط تام دلونگ خواننده سابق بلینگ بنیانگذاری شده است، در ماه سپتامبر قاطعانه به رسانه ها از جمله نیویورک تایمز گفت که نمونه ای از مواد عجیب و غریب از یوفوها را به دست آورده ایم، اما او به جزئیات دیگری اشاره نکرد. بد نیست یادی کنیم از جسم مرموزی که 2 سال پیش وارد منظومه شمسی شد و با گذشتن از کنار زمین دوباره از منظومه شمسی خارج شد. در آن زمان گمان بر این بود که این جسم چیزی نیست جز یوفو. در اواخر همین ماه نیروی دریایی ایالات متحده اذعان کرد که 3 فیلم گرفته شده از یوفو که توسط TTSA منتشر شد و رسانه‌های زیادی هم آن را بازنشر کردند واقعی هستند و اشیای ناشناس داخل فیلم یوفو هستند. و اما در ماه اکتبر TTSA قراردادی را برای اکتشافات فرازمینی با ارتش ایالات متحده امضا کرد. اما نوامبر شاهد انتشار گزارشی عجیب بود. 2 فرد ناشناس و کاملا عجیب و غریب از چند افسر نیروی دریایی که شاهد واقعه 2004 معروف به حادثه USS نایمیتز UFO بودند، خواستند تا مدارک آن واقعه را از بین ببرند. این حادثه یک برخورد راداری با یک جسم پرنده ناشناس توسط خلبانان جنگنده آمریکایی گروه نبرد کریر استرایک در سال 2004 بود. این برخورد همچنین شامل درگیری نظامی توسط فرمانده استرایک فایتر با پرنده ناشناس یا همان یوفو بود. درگیری که وجود آن را دروغ می‌پنداشتند تا اینکه در 17 سپتامبر 2019 نیروی دریایی ایالات متحده رسما آن را تایید کرد. لینک فیلم این برخورد در قسمت توضیحات برای شما عزیزان قرار دارد. و اما در اوایل ماه دسامبر، کریس رودکوفسکی نویسنده و دانشناس علوم کانادایی بیش از 20,000 گزارش بشقاب پرنده ثبت شده در 3 دهه گذشته به علاوه 10,000 اسناد مربوط به بشقاب پرنده از دولت کانادا از جمله حادثه به اصطلاح فالکون لیک را اهدا کرد که به گفته او حادثه رازول در برابر اینها هیچ است. بد نیست که یادی به گفته های استفان هافکینگ کنیم. او پیشتر هشدار داده بود به دنبال بیگانگان فضایی نباشید چون ممکن است نابودی انسان را در پی داشته باشد. از گزارشات برخورد با یوفوها و در نهایت خبری که ترامپ در دسامبر 2019 مبنی بر تشکیل ارتش فضایی اعلام کرد، میتوان گفت که ای کاش به حرف هافکینگ کرده بودیم. مرکز ملی گزارش یوفو در تاریخ 4 اکتبر 2019 گزارشی از دیده شدن 4 یوفو را ارائه کرد. در یکی از این گزارش‌ها آمده است که در تاریخ 3 اکتبر 2019 بین ساعت 6:55 تا 7:20 بعد از ظهر خودم و حداقل 4 نفر دیگر 4 اشیا که به شکل قرص کپسولی یا سیگار بودند را مشاهده کردیم. اشیا از رنگ قرمز روشن به نقره‌ای در آسمان روشن و تقریبا بدون ابر در بالای زمین فوتبالی در وینستون کالیفرنیا تغییر کردند.
قطعا این اشیا هواپیما نبودند، زیرا بسیار نزدیک بودند و خیلی کند حرکت می کردند و از آسمان به زمین می آمدند. همانطور که می بینید این لیست گزارش های دیده شدن اشیای مشکوک توسط افراد مختلف در سرتاسر جهان به مرکز ملی گزارش یوفو در ماه دسامبر 2019 است که به گفته این سازمان بی سابقه بوده است. اما در این بین یک گزارش توجه من را به خود جلب کرد. گزارشی از تهران در تاریخ 19 دسامبر 2019 آمده است. یک خط نوری شکسته از آسمان تهران به سمت خورشید کشیده شده است. دقیقاً مانند رعد و برق پر از روشنایی روز. در گزارش این سازمان آمده است که به خاطر حجم زیاد این گزارش‌ها بررسی آنها زمان می‌برد. از دوستان مقیم تهران خواهش مندم اگر از این رویداد چیزی می دانند در قسمت کامنت برای دوستان دیگر به اشتراک بگذارند. چهارشنبه 23 ژانویه ساعت 10:48 شب بارلسون تگزاس. دو شاهد در حالی که در جاده رندون کرولی رانندگی می کردند شاهد تعدادی از چراغ‌هایی هستند که به نظر می رسد در آسمان شب بی حرکت ایستادند. یکی از این اشخاص با تلفن همراه خود از این اشیا فیلمبرداری کرده که لینک آن در قسمت توضیحات قرار دارد. خلاصه ای از رویدادهای مهم در رابطه با حیات فرازمینی در سال 2019 را دیدید. اما در این بین اتفاقات زیاد دیگری در طول 2019 افتاده است که بد نیست نگاه کوچکی به برخی از آنها بیاندازیم. در اوایل ماه اکتبر NPR گزارش داد که 5 گاو به طرز مرموزی در یک مزرعه در اورلگان کشته شدند. اما آنچه که این موضوع را مرموز می‌کرد این بود که خون این گاوها کشیده شده بود و حتی قطره‌ای خون در بدن گاوها وجود نداشت و این در حالی بود که زبان و اندام تناسلی آنها جراحی شده بود. پس از انتشار این خبر احتمال روبوده شدن این حیوانات توسط موجودات فضایی قوت گرفت. در 18 ماه می یک ویدیو از مسکو روسیه که از ماه با مه نارنجی فیلمبرداری شده بود منتشر شد. در این ویدیو با زوم شدن دوربین مجموعی از اشیای سیاه را که به آرامی در حال حرکت کردن به دور ماه هستند مشاهده می شود. فیلمبردار اضافه می کند که آنها نزدیک ماه نیستند زیرا سایه‌ای وجود ندارد. آنها بین زمین و ماه هستند اما از ماه دور نیستند. اندازه آنها کوچک نیست. اسکات وارینگ متخصص علوم بیگانه با اشاره به چند ماه قبل‌تر که از تلسکوپ ادرنه ترکیه 2 UFO در کنار ماه رصد شدند گفت این همه شواهد فقط از طرفی که ما میتوانیم ببینیم است. تصور کنید که در طرف دیگر ماه که ما نمیتوانیم ببینیم چه خبر است. دوشنبه 26 می نیویورک تایمز خبری مبنی بر برخورد خلبانان نیروی دریایی ارتش ایالات متحده با اشیای غیر قابل توضیح ارائه داد. این خبر اشیای دیده شده را این گونه توصیف می کند. اشیای عجیب و غریب که در حال چرخش بودند بدون هیچ موتوری و با سرعت مافوق صوت حرکت می کردند. به نظر می رسید که ویدیویی هم از این اشیا وجود داشت اما چیزی منتشر نشد. اگر از آن دست افرادی هستید که به دنبال حقایق می‌گردید و با موضوعات ترسناک مشکلی ندارید، نتیجه تحقیقات ما درباره زامبی‌ها را با زیرنویس فارسی تماشا کنید. سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما بر روی دکمه سابسکرایب بفشارید.